منصور چی شده؟ هیچ. به موجب این حکم از تاریخ 16/11/1349 با اظهار رضایت از خدمات شما با ماده 37 قانون استخدام کشوری بازنشسته میشه راهن دولتی ایران. چی شده منصور؟ چه بلایی سرت اومده؟ یعنی بازنشسته شده. برو تو آقایت خونه فرخ نبینتید. مواظب باش. وضعیت فعلیش رضایت بخش نیست. داروهاشو مجدد استفاده کنه. دور و برش باشین. بیشتر باید براش وقت بذارین. بگید، بخندید. و این باید برگرده به خاطرات گذشتهش. خب، کجا ببرمت؟ علی مامزاده؟ خیلی اصلا اینکه دو روز بریم شمال ها؟ حالا جا میاده ها؟ مامان این مدرسه یادته کلاس دوم دبستان بودم؟ آزا اومده بودیم تو این نام نیمان یادش شکر یه چیزی بگو دیگه نمیخوای حرف بزنی؟ عجب آدمیه خوبی تو؟ کیه؟ خانم اقبالی؟ اومدم سلام سلام از کجا اومده؟ از کرک من امضا کنی ممنون خواهش کن خدا حافظ خدا حافظ
به امید تولد 50 سالگی در چنین روزی همینجا همین ساعت. الو جانم داداش، چی شده مگه؟ نه به خدا، مگه یادت نیست امروز چه روزیه؟ تولد مامانه دیگه. الو الو درد نکنه، خیلی قشنگه. یه مدل داشت قشنگتر بدونم کنیم. داداشت اینجا چی کار Thank you.
علی چی میگی خانم؟ آن شما صاحب کیفه این؟ یه لقه ازده بدیم یه لحظه میشه گوش کنیم ببینیم من چی میگم؟ آخر شما گوش کنیم از که اشتباه گرفتیم اگه کیفتو میخوای بیا من انتهای پل بایستادم سر 8 متری یا پیکان قفه سوخت مدل 57 زودم بیا تا یه رو دیگه بیشتر اینجا وای نمیستم کار دارم باید برم طلبکاره مرسی آقا ممنون دستتون درد نکنه عکس برش برداشتین بدینش به من چی آقا؟ چی میخوای؟ دنبال چی هستی؟ عکس مادر من تو کیف شما چیکار میکنه؟ گفتم اون عکس پیش شما چیکار میکنه؟ شما اصلا انگار حالتون خوب نیستا؟ نه حالم خوب نیست، حوصله هم ندارم اون عکسو بدینش من آخه واسه چی؟ در کیفمو که بدون اجازه باز کردی حالا هم که مزاحم میشی برو آقا بس که شما اصلا متوجه نیستینا اون عکسی که تو کیف شماست عکس مادر منه
مادرت؟ زنده است؟ معلومه که زنده است. سلام. ببخشید چند دفعه تماس گرفته بودم بر نداشتید، مزاحمتون شدم. اما این هفته اون برا نیومده؟ جعبه سازی چی؟ اونجا رفتین ندیدینش؟ خدا نگهدار. ممنونم. این عکس با چند تا یادگاری دیگه امروز صبح به دستم رسید. اینم منصورمه. فقط اینو میدونم این دوتا با هم دیگه نامزد بودن. چی؟ قبل از انقلاب. اما میگفت یه سری اتفاقات باعث شد از هم دیگه جدا بشن. بله میکنم. صبر کنه. گفتم که حوصله ندارم. شما برو دنبال کارت، عکس هم نمیخوام، مال خودت. صبر کنید. گذشته مادرتون براتون مهم نیست؟ معلومه که مهمه. پس بهشون این فرصت رو بدین. خواهش میکنم. خانم، من خیلی کار دارم. شما هم بفرما. لطفاً. عکس توه. نگاش کن. میشناسیش؟ مرده رو میام. منصوره. زنده است. خیلی دوست داره شما رو ببینه. آره دیگه.
سلام مهی خانم. سلام عزیزم. قربونت برم. خوبی؟ خوبی؟ خسته نباشید. مرسی. اما منصورم کجاست؟ بله من چند روزی مریض بودم، امروز اومدم سر کار. بذارین از غلام علی بپرسم. ممنونم. غلام علی؟ غلام علی؟ غلام علی؟ غلام علی؟ سلام غلام علی. سلام علیکم خانم. خسته نباشید. خوش اومدید. اما منصورم کجاست؟ هرچه موبایلش زنگ میزنم بر نمیداره، تلفن اینجا هم که همیشه خدا خرابه. والا چی بگم خانم، دیشب نمیدونم چی شد، داشت وسایلاشو جمع جور میکرد، یه حالش برگشت. صبح هم که از خواب بیدار شد گفت میخوام برم. گفتم کجا انشالله؟ گفت سر یه قراری. راستش چه قراری دیگه نمیدونم. قرار؟ ببین پشت این عکس نوشته به امید تولد 50 سالگی در چنین روزی همینجا همین ساعت. خب یعنی جلو همین سینمایی که عکسو گرفتن ساعت 6. یعنی تولد عموت هم امروزه؟ آره امروز هر دوشون 50 ساله میشن. تو سینما با هم دیگه آشنا شده بودن، هر دوشون اینجا کار میکردن. میدونم مادرم بلیط فروش سینما بود. عاشق سینما بودن، خیلی نقشه ها تو سرشون بود، ولی ولی حیف که نشد. برو مرخیص نشی. مدیر سینما نزاش به هم برسن. یه دفعه که اون منصورم تو درگیری زخمی میشه فرار میکنه میاد سینما. مدیر سینما هم که دنبال آتو میگشته به مامورا خبر میده، میان میبرنش. آخه خود مدیر سینما هم خاطرخواه توران بوده. استارت بلدی بزنی؟ ای برو استارت بزن. یه بار دیگه بزن. خب نمیخواد. بزن یه بار دیگه. بزن خوبه.
حالا این عکس رو جلو کدوم سینما گرفتن؟ نمیدونم. هیچ وقت ازش نپرسیدم. بعد چجوری میخوایم پیداش کنیم؟ حالا که ریخت و قیافه سینما همه عوض شده. نمیدونم. یه آقا رو صدا کن. آقا سلام، خسته نباشی. سلامت باشی. سلام. سلامتی. این سینما اسمش چیه؟ سینما نیاگاره سابقه ولی سوخته. خیلی وقت سوخته؟ چند مدتی است ولی سوخته. ممنونم. خواهش بود. حالا بیلیت فروشای قدیم اینجا مرد بودن، البته زنم داشتیم ها، بالای شهر اینجا نبودن. شما اصلا بچه مال هم محلی شما؟ بله بچه هم محلی. از قدیم هم اینجا بودی؟ بله. یادتو یعنی سینما عوض نشده همینجا؟ بله، تمام فیلم های تراز اول اینجا میذاشتن. کندو یادت میاد؟ بچه بسایت نمیخوره. آقا یک فیلمی بود تمام اکشن رو بزن بزن، این برای خاطر یه حرفش شد که بسته بود انقدر کتای خود تا خودشه. منصور چی؟ منصور رو میشناسی؟ منصور آپاراتی؟ آره قشنگ میشناسم اما یه سال نیدم. کجا میتونم پیداش کنم؟ اینو توی طرف های لاله‌زار بری پیدا کن. راستی نه، منصور رو تیج وقت ازدواج نکرد؟ چطور مگه؟ چه میدونم؟ برسیدم نه؟ به نظرم اگه همون موقع با هم ازدواج میکردن دیگه تو راه خانم اینقدر واسه عمو مهم نبود. اینجا که نمشه تحتیگه، فکر کنم یک باری که هست. یه بیلیت فروش خانوم به اسم توران اینجا کار نمیکرد؟ توران؟ نه نمیشتم، نه اینجا نمیده. یه آپاراتچی به اسم منصور چی؟ منصورم نه، نداشتیم آپاراتچی بوده ها؟ نه، به این نام نداشتیم. شما قدیم هم اینجا بودین؟ بله. قدیم همین شکلی بوده اینجا یا که تغییر کرده؟ نه همین جوری بوده، ولی چون این سینما فروش نداره درشو بستن، یواش یواش بسته شده. ولی قدیم اینجا مثلا مثل فیلم داشاکور سوت دلالان رو میدادیم نمایش میدادیم، خیلی فروشش خوب بود، صف میبستن تا اون طرف، ولی الان فروش نداره بستن میدن. ممنونم. خواهش میدونم. خدا به نظر من لذت عشق تو نرسیدنه. وقتی بهش برسی میشی زنش، میشه شوهرت، دیگه عشقی وجود نداره، همش عادته. ولی وقتی بهش نمیرسی همه چی اونه. همه چی عشقه.
اسم این سینمایی چیه؟ قبل از انقلاب میگفتن داریوش. شما خیلی وقت اینجایی؟ اون صفحه سال میشه. این اکثر رو نگاه کن، ببین جلو همین گیشه گرفته شده. ببین میشنسی گیشه شو؟ نه چیزی یادم نمیاد. اما چرا؟ این فیلمو دیدم، این فیلمی که دو عکسه دیدم میشناسم، دیدم اینو، این فیلمو دیدم. کدوم سینما دیدی؟ اوش حواس درست حسابی که ندارم. یه 7-8 سال پیش نمیدونم، سینما نیاگارا، سینما بیبه، سینما کاپری و اینا. یه پیرزن 2 ساعت این نخو برای سوزن نزدیک میکرد داخل اون. فیلمایی که دیده بود با توران برش خاطره شده بود. بدون توران دیگه هیچ وقت باشه تو سینما ندید. آخه دیگه چه فیلمی؟ کدوم خاطره؟ خوب بود حسن، خوب بود.
آقای بهرام خان گفتم انگار میخوایی بینید دوزدیده بیم برقب ببین اینجوری دیندام دیرام دیندام دیندام دیرام دیندام دیندام دیرام دیندیرین دیندام دارام دیندارام رام دام دام. سلام. 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 راه گم کردیم؟ میخواستم بدونم اینجا سینما اروپاست؟ اگه پیش اسمشو گذاشت سینما میشه چند لحظه نکسو نگاه کنیم؟ ای دل قافه یادم اومد جوون که بودیم این فیلمو نشون میدادن همون زمان ما یه نمایش داشتیم توی سنگلج خیلی ها بی خیال این فیلم شدن می آمدن نمایش ما رو می دیدن به نظرتون این عکس جلو همین سینما گرفته شده؟ ورودیش که مال اینجا نیست البته این فیلم رو من خودم هم دیدم فکر میکنم سینما بیبه یا سینما کاپری همین سمت میدون فردوسی آه بابا ممنون خواهش فهمیدم دلتنگیش واسه چی بود هیچ وقت نمیتونستی فهمی واسه چی نگرانم همشو خودش بود هیچ وقت از ته دل خوشحال نبود آرزو بدنم اون یه بار از ته دل سیر بخنده تلفن تو جواب نمیده دلش کن مهم نیست فکر کنم سینمای بعد همین اطراف باشه صابر تو همه سینما کار کرده لازم سینما رو هم خیلی خوب میشناسه ولی از بیبه دل نمیکنه هر سینمایی که رفته دوباره برگشته بیبه چرا بهش میگن بیبه؟ بیبه یعنی برژیت باردو برژیت باردو دیگه کیه؟ ستاره فرانسویه اون اومده بود ایران هفته فیلم فرانسوی ها بود و این سینما رو هم به افتخارش گذاشتن سینما بیبه بابا اینا خیلی هم دیگر میخواستن اصلا این چیز نامی بود همه جا با هم بودن منصور قرار میکرد میرفت سینما لیگولی فردا دخترم میشد بلیط فروش سینما لیگولی دیگه همه میشناختنشون حالا حساب کن دو تا خاطرخواهی اینجوری بعد از دو سال که منصور از زندان برگشت هر چی گشت این ور اون ور هیچ خبری از توانه نبود آب شده بود رفتون تو زمین نگو فرخ نامرد کار خودشو کرده بود
دیگه انقلاب شده بود دیگه. فرخ همون مدیر سینما رو میگی؟ بله. ای بابا ول کنید این حرفا رو دیگه. عمو ما خیلی وقت نداریم. میشه بگی این سینمایی که تو عکس کجاست؟ جاشو که خوب بلد یادم نمیاد یعنی. اما باید دوروبر ساعت 6 بعد از ظهر باشه. چون هر دوشون شیفت صبح تا غروب بودن. سر ساعت 6 غروب هم هر روز با هم قرار داشتن. حالا کدوم سینماست اینا؟ اون سینمای کاپری ریول. نه نمیدونم کدوم سینماست ولی معمولا این فیلم‌ها رو تو یکی دو تا سینما بیشتر نشون نمیدادن. یه نسخه بیشتر ازش شوق میشون. اگه این نسخه رو تو انبار هر سینمایی پیدا کنید مطمئن میشین این عکس رو اون سینما گرفته. از کجا معلوم؟ برای اینکه یه گفتم که یه نسخه بیشتر شوق نمیگردن که. بذار ببینم یه عکس رو ببینم. فکر میکنم طرف های لاله‌زارمون باشه. اسم فیلمش هم طبیعت بیجانه. اسم کارگردانش چی بود؟ سهراب شهید ثالث. طبیعت بیجانه. حالا چطوری میشه فهمید انبار گروه سینماست؟ بذار من یه آدرس برات بنویسم. آدرس ابی چرا قوه تو لاله‌زار سر منوچهری بساط سیدی فروشی داره. اون حتما بهتون کمک میکنه. چقدر وقت داری؟ تا 6-3 ساعت دیگه. میشه زودتر بریم؟ من بلیط میفروخم کاموا میباخت. میشناسیش بورانو؟ آره فکر کنم دیدمش. قیافش خیلی آشناست. منصوره چی؟ منصوره رو هم دیدم. خدایا کجا من دیدم اینا رو؟ آپارات چی بوده؟ آپارات چی بوده؟ حفظ سینماه چون سردر نداره معلوم نی کدوم سینماست. این سینما اسمش چیه؟ این سینما شهرزاد بود. اونم متروپول بود. اینجا خدافظ رفیقو میداد. اونجا هم سقاقو میداد. از پشت این میله ها مردی سخن میگوید. ای کاش کور بودم آن فریاد و استعاصه را نمیدیدم. ای کاش کر بودم آن فریاد و استعاصه را نمیشنیدم. ولی ناگهان با طرح یک دوته، یک خیانت، یک جنایت عبور از مرز ممنوع فاجعه تکمیل شد. رجبار گلوله ها باریدن گرم و در قلبی آرامش آمد. من 40 ساله دارم کار. خیلی وقت تعطیل اینجا؟ یک سال میشه تقریبا. احمد آقا میگفتش که اینجا یه بلیط فروش زن داشته. نه زن بلیط فروش ما نداشته، مرد بود. شما اصلا تورانو میشناسی؟ توران تو تئاتر نصر بلیط فروش بود. بعد این اطراف اصلا بلیط فروش زن نداشت. اصلا بلیط فروش زن تو کوچه که شب تا سینما بود نداشت. منصور چی؟ منصور میشناسی؟ ناپالا چی؟ منصور نمیشناسم. نه سینما گرفته شده قدیمیه. مسکن دم سینما کابلی میدونه انقلاب. باشه از اونی اومده با کرداری یعنی بابا با کرداری آبا بودو بگه شما خوشش کنه کرده دوش سب کامرم دنبالش میکنم.
بکش. یا نمیخوام. واقعا فرخ پدرته؟ پس چطوری مادرت تونست این همه سال کنارش زندگی کنه؟ زندگی نبود که. پس از کجا میدونست منصور زنده است؟ بهتر بریم پیش پدرت. برای چی؟ من مدیر سینما نبوده. بوده که بوده. خب اون میدونه این عکس جلو کدوم سینما گرفته شده. فراموش کن. تا اینجا هم اگه ادامه دادم فقط به خاطر اصرار تو بوده. از این بعدش اصلا برام مهم نیست. یعنی چی؟ مادرت هم مهم نیست؟ این عکس پیش تو چی کار میکنه؟ میشناسیش؟ تو عجب آدمی هستی. یارو بعد این همه سال اومده داره در به در دنبالش میگه. اون وقت تو که 30 سال واسط کلفتی کرده نمیخواد چند درغاز خرج مریضیش کنی؟ خواسته چی کار کنم؟ یه سواری خریدم انداختم زیر پات که خرجتو در بیاری. چیزی هم که دستم نرسیده. مگه قرار چیزی برسه؟ اصلا مگه چیزی هم میمونه که بهت برسه؟ هر چی در میارم خرج مریضیش میشه. تازه ستاره چی؟ اون خرجی نمیخواد؟ عربادن ده؟ سنم عربوخ ده هر. فارس صحبت کن که بفهمی چی داری میگی. خجالت چک میسن؟ گررم آقا بچه بله شنیدم تو آخرین سینمایی که بودی این فیلم رو نشون دادم. آدرس شو هم بده. به چه دردت میخوره؟ چه میدونم کدوم سینما بود؟ چند تا سینما من مدیر بودم. نمیدونم کدوم سینما که نمایش داده. حالا شما بیا خودتون رو رو بگیم. بگیم برو جد برو دنبال کارت. شماره اون یارو آپاراتچی چند بود؟ سیوش کردم، همون شماره اولی هست. نه نمیخواد، خودم زنگ دادم پیداش کردم. آره، اسمش تورجه. ایرج نه، تورج. آه یکم بدقلقه، اما اگه دمشو ببینی کارتون رو را میندازه. کاش پیدا میشد سانس پنج و بعد ما اینجور فرده خودمونم میگو. آره سانس پنج و بعد اصلا مشتری نده. آره ببین اگه نشد دوباره زنگ بزن ببینم براتون چی کار میتونم بکنم. چیزی که سامر گفت یه دونه است، اونم باید تو انبارا دنبالش کرد. این سینما کریستاله، گمونم طبیعت سهراب و یه هفته هم اینجا گذاشت. آره آره یادمه، شفاف این خورشید نشون. خیلی باحال. این سینما ایران بود، اینم سینما رکس بود، بغلی هم البرزه. هر چه فیلم مامان بود اینا میذاشتن. ول کن این حرفا رو، فیلم هست چجوری میتونیم پیدا کنیم؟ حالا چی بگم؟ باید بریم کوچه ملی اون طرفا. خدا میدونه، باید بگردیم دیگه. اون سمت سینما خورشید بود، پایین ترش هم سینما ونوس و تابان بود.
این برم تئاتر نصر و دقام بود که همهشون تعطیل شده. ما که نفهمیدیم باز چی خورده خورده هرچی تئاتر و سینما تو لاله‌زار بود تعطیل شد. 27-28 تا بلکم بیشتر. بریم آقا فیلم رو دستش نیومده بود. هرچند فیلم سنگینی بود اون موقع از این فیلم ها رو زیاد نمیپسندیدم. خلاصه موقع نمایشش دبیر سو از رفقا رو جمع جور کردی اون به خرج خودمون پسته و آجیل و تخمه و نشستیم تو سینما آتلانتیک. اما هرچی انتظار کشیدیم خبری نشد که نشد. اگه شما خودتو تو فیلم دیدی ما هم دیدی. سهراب صحنه های ما رو همه رو چیده بود اخته و دور. آقا زایه این شدیم جلو رفقا. این یکی بهش میگفتن کافه مولان روش مال کریم ارباب بود. این یکی و سینما فردوسی مال زن این طرف بود. ببینم حالا باز چه طبیعت بی جان اکثر بده. ببین واسه این عکسه میخوام ببینم این سینمایی که تو این عکس هست تو میشناسی؟ بابا این که توران جونه. چیه؟ آره راست راستی خودشو بشن. اینم که منصور خودمونه بابا. ایوال عجب روزگاری با هم داشتیم. آقا این توران لعبتی بود که نگو و نپرس. همه یه چشا دنباله. آروم باش. اون دنبال تورنج به جون تو. نمیتونه سوالم حرف بزنی نه؟ یعنی چی؟ یعنی چه خلط میکنی چه؟ خجالت بکش نرسی که دامیشه نه؟ من واسه خودم یلی بودم اینجا. فکر کن بزنم تو اون صورت. خجالت بکش. از تو مرمش که هم دنباله واسه این دارم کار میکنم. بفن اونم توران جونه. هم شهری خجالت بکش. نریف من چرا اینقدر زود جوش میاری؟ ها؟ میخوای همه رو بزنی؟ اگه دو ثانیه دیگه طاقت رو برده بودی الان میدونیستی این همون سینماست یا نه؟ خدا رحمت کنه. بیا این فراز سلام بیا بیا سفارش کردم. پس چرا دعوا مرافعه انداختی؟ حرف مفصل. اولش خیلی شکایت داشت. ولی بعدن که فهمید پسر تورانی کلی شرمنده شد. آدم تنها و بی‌آزاریه. تمام زندگیش با این سینما ها باخته. حالا بریم ببینیم چی کار میکنیم ها؟ شاید پیداش کردیم. اگه توی انبار نباشه دیگه باید قیدشو زد. اینجا هم که مثل همیشه ریخت و پاشه. آره به هم ریزش نکنن بیشتر از این حواظشون باشن. هر کار میکنی زد آقا صاحبه بگو هر کار میکنن سریع.
آقا هاشم بیاد کلام پس مرگم کلید اینجا رو بگیره بدبخ شدم. در زم حواست به ماهی تیله امان باشه. یه چیزی برات میگیرم بابا. اینو طبیعتی بی جانو میخواست. آره گمون کنم همین تو باشه. بگردین همینجا پیداش میکنم. یه گوله روشن کنم. ای بابا اینقدر گرفتاره که به این چیزا نمیرسه. ببینم جریان توران چیه؟ بابا این پسرشه. بعدم بهت میگم. نه خیر اینجوری نمیشه. باید بذارم تو آپارات. بریم بچه ها شما بریم پایین تا این بذارم تو آپارات. بریم. لک لک ها پرواز میکنن. عجب فیلمی بودی. خارجیه؟ نمیدونم. چرا صدا نداره؟ خیلی خوب عوض میکنه. Thank you.
مواظب که هستی؟ آره مواظبم. چه لاله قشنگی، کار اصله؟ یادگار مادرمه، اون خیلی دوستش داشت. مواظبش هستین؟ پسر جون، اینه که به پشت بسته. بسه بازش کن. وای زمان آتیش داری؟ آه با تو هم با داداشی قهری نمیدی که بیتی تو چطه؟ دلخوری مریضی نکنه خوابیدی شاید هم مردی اونم با این لباس منو باش که دارم مادر استنتاق کنم اشینی بهتر نیست؟ آره اینجوری بشین مرکی یه جوری میمیره وقتی زنده بودی لابد سیگار نمیکشیدی به خیال این که مواد رو بودتر بمیره آره دیدی افنگی دنبالش برو نباره چیزی
خداحافظ آقای حکمتی. دیگه از این عشقای اینجوری پیدا نمیشه. چطور؟ همینجوری. سواد ندارم. آقا به چی نوشته؟ راهان شما آقای محمد سرداری راهبان اداره خط به موجب این حب از تاریخ 16-11-1349 خواهیست ماده خلاف قانون استخدام کشوری بازنشسته می شود. راهان دولتی ایران 16-11-49. یعنی چی؟ یعنی بازنشسته شدی. یعنی چی؟ یعنی برو تا آخر عمر بگرد دیگه.